سلام، به برنامه نگاه سیاسی امروز خوش آمدید. گروهی از کاندیداهای انتخابات فهمیدند که بدون به نهایت رساندن خوشرخصی برای آقای خامنه ای ممکن است از گردونه انتخابات حذف شوند. برای همین است که کسانی مانند آقای محمد باقر قالیباف که تا حالا سعی کرده بود پشت چهره یک شهردار ماهیت نظامی خود را پنهان کند، مجبور است دست خود را رو کند. آقای قالیباف مجبور شده است برای جلب رضایت بسیجی ها و نزدیکان رهبری یادآوری کند که در جریان سرکوب دانشجویان در دانشگاه مستقیما مسئولیت داشته است. آقای قالیباف با افتخار میگوید که شورای امنیت کشور را وادار کرده است تا به او اجازه ورود نیروهای سرکوبگر به کوی دانشگاه تهران را بدهد. آقای قالیباف همچنین گفته است که میخواسته همه دانشجویان معترض را به قول خودش لوله کند. آقای قالیباف حتی پذیرفته است که نه فقط زمانی که رئیس نیروی انتظامی بوده، بلکه در زمان شهردار بودنش هم در سرکوب معترضان جنبش سبز حضور داشته است. آقای قالیباف گفته است در جریان مقابله با اعتراضات پس از تقلب در انتخابات سال 88 شهرداری تهران هم در کنار دستگاه‌های امنیتی دیگر به مقابله با مردم پرداخته است. این اظهارات کاندیداهای حامی آقای خامنه ای نشان می دهد که اولین انتظار رهبر جمهوری اسلامی از کاندیدای اصلح این است که آماده سرکوب ملت باشد. از دید آقای خامنه ای کسی که رئیس جمهور می شود نباید در هنگام مقابله حکومت با مردم در حمایت از رهبری و دستگاه های سرکوب تردیدی از خود نشان بدهد. آقای قالیباف در این راه تا آنجا پیش رفته که دولت خاتمی و هاشمی رفسنجانی را متهم به کوتاهی در حمایت از انقلاب کرده است. او همچنین آقای هاشمی رفسنجانی را برای زمین سازی برای دوم خرداد و بر سر کار آمدن آقای خاتمی مورد انتقاد قرار داده است. این انتقادات شهردار تهران در حالی است که او تا چند ماه پیش سعی می‌کرد چهره کسی را به خود بگیرد که طرفدار سازندگی و اصلاحات است. اما حالا آقای قالیباف می‌خواهد این پیام را به آقای خامنه‌ای بدهد که برای سرکوب مردم هم می‌تواند روی او حساب کند. همان حسابی که پیش از این آقای خامنه‌ای روی احمدی نژاد باز کرده بود. در چنین شرایطی صحنه انتخابات مبدل شده است به میدان جبهه‌گیری دو جناح، جناحی که قدرت را در دست دارد و میگوید برای حفظ جمهوری اسلامی باید همه منتقدان و مخالفان را حذف کرد و در مقابل جناحی که میگوید رفتار رهبری پس از اعتراضات جنبش سبز درست نبوده و کشور را در بحران فرو برده است. بحرانی که تنها راه برون رفت از آن پذیرش آزادی هرچند محدود در انتخابات و باز کردن فضای سیاسی کشور و اقدام در جهت حل مشکلات مردم است. بنابراین شاید در روزهای پیش رو صحنه انتخابات به رفراندومی تبدیل شود میان راهی که آقای خامنه ای دنبال می کند و تنها راهی که مردم قادر به دنبال کردن آن در شرایط فعلی هستند.